امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با معرفی یکی دیگه از فیلم‌های برتر سال 2020، تنت. فیلم علمی تخیلی حماسی تنت ساخته کریستوفر نولان که در تاریخ 4 سپتامبر اکران خواهد شد. از کریستوفر نولان. موضوع فیلم تنت کمی پیچیده است. فیلم تنت در رابطه با یک مأمور مرده است که نقش او را دیوید واشنگتن بازی می کند. این مأمور گویا در زندگی پس از مرگ دوباره اجیر شده و به یک مأموریت می رود. مقصود از زندگی پس از مرگ مشخص نیست، و این عبارت می تواند هم به یک آژانس یا سازمان اشاره داشته باشد و هم به زندگی پس از مرگ انسان. شخصیت های فیلم سینمایی تنت در یک مکان جدید در حال تلاش جهت جلوگیری از حادثه بدی هستند که حتی از فاجعه هسته ای نیز به مراتب وحشتناک تر است. این شخصیت‌ها در زندگی پس از مرگ زمان و مکان را به شکل جدیدی تجربه می‌کنند. مانند فیلم تلقین، این بار نیز نولان چاشنی زمان را وارد فیلم خود کرده است. بدون شک، فیلم تنت یکی از مهمترین و مورد انتظارترین بلاکباسترهای سینمایی پیش روست. تنها چیزی که من واسه تو دارم تو یه لغت خلاصه میشه. تا جایی که من میدونم ما قصد پیشگیری از وقوع جنگ جهانی سوم رو داریم. عقیده اون درهای درست و بعضی درهای غلط رو باز میکنه. برای انجام کاری که میکنم باید بدونم با چه تهدیدی روبرو هستم که از پسش بر بیام. من اینجا علائم آخر از زمان نمیبینم. نه؟ این از اونم بدتره. پس با احتیاط ازش استفاده کن. تو در حال شلیک گلوله نیستی، در حال گرفتن اونی. آه. چرا منو وارد این ماجرا کردی؟ واقعا میخوای بدونی؟ میتونیم با آیم وارونگی زمان نشونه بگیر و ماشه رو بکش. خب پس زیادی دیدم. سرمون تو کار خودمونه. بنده ارتباط برقرار کنیم. سفر در زمان؟ نه، این از خواسته های کشور فراتر. مسئله جون تو و عزیزانته. این جریان زمان را برعکس میکنه. یعنی اینجا بودن ما هرگز اتفاق نیفتاد. جسورانه به نظر میرسه. جسور بودن که خوبه، باست بگی ته دیوونگیه. دوست داری چطوری بمیری؟ مرگ طبیعی. از حرفه اشتباهی رو انتخاب کردی. خبر بوده اینجا هنوز اتفاقی نیفتاده. آدمایی در آینده هستن که به ما نیاز دارن، به عقیده نیاز دارن. اینجا محل برخورد دنیای ماست. خب نه تو هوا، میدونیم فیلم هندی که نیست. هواپیما چقدر بزرگه؟ باید همه این آدم رو نجات بدیم. میخوای با هواپیما تصادف کنی؟ خب اون بخشش یکم فیلم هندیه. ما همه باور داریم وارد یه ساختمان سوزان میشی. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ هنوز نیفتاده. اما تا وقتی اون گرما رو حس کنیم هیچ وقت نمیفهمیم. حسش کن. تو میدونی. سعی نکن بفهمیش.
تو مرگت رو به جای تسلیم کردن همکارات انتخاب کردی. مرحله‌ای که ردش کردی هر کسی از پسش بر نمیاد. باید دنیا رو به یه شکل جدیدی ببینم. به پس از زندگی خوش اومدی. شاهکاری دیگر از کریستوفر نولان. درهای درست رو باز میکنه و همچنین چند درهای غلط رو. کاری که من انجام میدم به چند تا ایده از تهدیدی که باهاش مواجهیم نیاز دارم. همه چیزی که برات دارم یک کلمه است: عقیده. تا جایی که میفهمم شما دارید از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری میکنید. یه چیز بدتر. هولوکاست هسته‌ای؟ نه،